بچه برادرم بود. بود؟ یعنی چی؟ مگه الان نیست؟ هیچ کس با بچه برادرش این کارو نمی‌کنه که شما کردی. مگه من چی کار کردم؟ وقتی باهات حرف میزنم این شاگرد خنگا سرتون انداز پایین. مگه من چی گفتم؟ به کسی حرفی زدم؟ کاری کردم؟ نگفتین؟ سوال منو با سوال جواب نده. بایسا خوب گوش کن ببین چی بهت میگم. این حرفی رو که دارم بهت میزنم این گوشواره‌ای که میخری میندازی گوش زنت آویزه گوشت کن. هر غلطی که میخوای بکنی بکن، اما پا تو از گلیمت درازتر نکن. به سلامت. خوکو گوشی منو چی کار کردی یار؟ بابا کل شماره مبارد تو این داشتم، از چی کار کنم؟ شما دوتا برادر با هم مشکل دارین، چرا اقدارت سر گوشی من؟ بله سره مشکل نیست. اگر کارتون فوریه میتونید پیغام بذارید. نه خانم، باید با خودشون صحبت کنم. کی برمیگردن؟ چیزی نگفتن. یه زنگ بهشون بزنید ببینین کی برمیگردن. گفتن تحت هیچ شرایطی باشون تماس نگیرم. خیلی متشکرم. من تا همین چند روز پیش دقیقا نمیدونستم اسمشون چیه. یادتونه یه روزی یه برگه‌ای به هم دادید که توش برنامه کلاسی آموزشگاهتون بود. از روی اون برگه بود که من متوجه شدم اسمشون چیه. آلما، آلما تاتار. ناگفته نمونه که تاتارشو میدونستم. به هر حال یه جورایی من و مادرشون با هم همکاریم. شما کارتون چیه؟ چیز دیگه ای میل داریم بگم براتون بیارم؟ ممنون. چون گفتین که با مادرش همکار بودین پرسیدم. چرا از طریق مادرش اقدام نمی کنین؟ اینطوری بهتر نیست؟ مطمئن باشین اگه اونجوری بهتر بود حتما همون کارو میکردم. یه وقتایی یه شرایطی پیش میاد که اگه صاف و مستقیم بری سر اصل مطلب احتمال اینکه جواب نبشنوی خیلی زیاده. ببخشید من چرا اینجا؟ شما چرا اینجایی؟ میدونید من تو زندگیم هیچی رو با زور به دست نیاوردم. هر چی که دارم و با
با فکر و اندیشم با زحمت به دستش آوردم. خیلی هم آسون نبود. وقتی نه من اهل زور گفتنم نه شرایطم شرایطیه که بتونم طرف مقابلم رو مجاب کنم که به من جواب مثبت بده، مجبورم قبل هر چیزی کاری بکنم که این علاقه یک طرفه تبدیل بشه به یک علاقه دو طرفه. میدونید آدما تو یک همچین شرایطیه که میتونن همدیگر رو درک کنن. منظورتون از شرایط چیه که آلما نمیتونه باش کنار بیاد؟ من هنوز جواب سوال قبلیتون رو ندادم. معذرت میخوام. خواهش میکنم. اونطور که من فهمیدم شما با هم دوستیم، رابطتونم بسیار صمیمی و عمیقه، شما محرم رازش هستی. حضرتون میخوام کمکم کنید، کمکم کنید که این علاقه یک طرفه تبدیل بشه به یک علاقه دو طرفه. من آدم صبوریم، هر چقدرم که طول بکشه صبر میکنم، یعنی یاد گرفتم که صبور باشم. ضمناً آدمایی هم که بهم کمک میکنن و هیچ وقت فراموش نمی کنن. من چه کمکی میتونم که خودتون نمیتونی؟ میگم بهتون به وقتش. بفهمید خشم. فقط یه سوال، لطفاً راستشو بهم بگو. کسی هست که بهش علاقه داشته باشه؟ آلمان؟ نه. قراره چی بشه؟ بله. کاری که امروز کردین قراره چی بشه؟ نمیتونم. درد میکنه؟ میسوزه. شما با کاری که عمتون کرده موافقی؟ من هیچی نمیدونم. مگه خودتون اینطوری نخواستین؟ کسی که به زور مجبورتون نکرده بود قبول کنین. تو به زور اینجا کار میکنی؟ نه. اگه میتونستی انتخاب کنی بازم همینی که هستی و انتخاب میکردی؟ من راضیم. امروز سر زور دعا کردم. واسه من؟ برای خودم. چه دعایی؟ دعا کردم دیگه هیچ وقت نیان اینجا. هیچ وقتی که پاشون رو نذارن تو این خونه. کی؟ آقای یاشار. چرا؟ با این حرفایی که من امروز پشت سرشون زدم دیگه رو نمیشه تو چشماشون نگاه کن.
الو. الو. سلام. بفرمایید. شما؟ حاتمم. خواستم بگم اصلا تقصیر من نبودان. من اصلا نمیخواستم. الو. 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 اسمت چیه؟ اسمتو به من نمیگی؟ اگه بخوای شاگرد من بشی بعد اسمتو بدونم. اسم خودت چیه؟ آلما. خب عزیزم تو هم اسم خوشگل تو بگو دیگه. اسم منم سالگله. چه اسم قشنگی. اسمتو دوست داری؟ سالگل خانم، بابات میگه خیلی قشنگ شعر میخونی. آره؟ صدات خوبه؟ ببخشید من میتونم چند لحظه با دخترتون تنها باشم؟ آقا با شما. من بیرون منتظر میمونم. خب سرگل جان یه شعر برای من میخونی؟ پاییز و پاییز برگ درخت میریزم یادم رفت. خب یه شعر دیگه بخون، یه شعری که راحتی خیلی بلدی. سلام سلام جوچ پرتلا که هستی خیلی ناقلا هواش دی سیاه سیاه تو میگی با من بیا آخه الان کجا بری ای جوچ یه رند و بلا. آفرین خیلی قشنگ خوندی باریکلا. آقای سرمت تشریف میارین داخل؟ بهش گفته بودم که خودشو از این میدون بکشه کنار. بهش گفته بودم پا جای جولان دولت خان نذاره. حرف گوش نکرد. اینم آقابتش.
الان خیلی ها فکر میکنن که این کار کار ما بوده. تو چی فکر میکنی؟ چی کاره کیه؟ دیدی که اسبش وسط کورس رم کرده. یه کسی باید یه کاری کرده باشه. وگرنه اسب بی خود رم نمی کنه وسط کورس. کی باز شده اسبش رم کنه؟ نمیدونم. تو که خیال نمی کنی من خواسته باشم همچی بلایی سر این بچه بیارم. ها؟ مگه چی شده؟ الان کجاست؟ لباس عوض کن. باید بری. باید پیشش بمونی، پرستاریش کنی. زنشی. اگه همراهش نباشی حرف و حدیثی دنبال من راه میفته که جمع کردنش کار کرام الکاتبی. من برم؟ یه روز، دو روز، یک هفته، یک ماه، هر چقدر طول بکشه دخترم باید پیشش باشی، مثل پروانه دورش بگردی. چطور بود؟ کی؟ دختره. الان نمیشه راجبش حرفی زد، بعد چند جلسه بیاد. بعد خواهرزادشه. چی؟ بچه خواهرشه. کی بچه خواهره کیه؟ همون دختره دیگه، بچه مرده نیست، بچه خواهرشه. تو کجا میدونی؟ موقع ثبت نام کردن فهمیدم. هنوز بهش فکر میکنی؟ سه میلیارد سفته میدم امضا میکنی تا 48 ساعت بعد مجوزت صادر میشه. متوجه نمیشم چی میگی. چند ماه بعد خاور میفرستیم یک چهارم ظرفیت سولهات و گندم بار میزنیم میبریم. کسریشم با گندمایی که از پارسال مونده واسط پر میکنیم. بعدم سفته هایی که امضا کردی و بهت پس میدیم. شما از طرف کی اومدی؟ اگه مجوز میخوای این آخرین راهشه. کی گفته این آخرین راهشه؟ برای شما آخرین راه را. چرا نباید بهش مجوز بدم؟ مجوز ندم کارخونش میخوابه. 30 کارگر زن داره. بیکار میشن این بنده های خدا. من نمیفهمم آخه با این چی کار داره؟ من چیزی که بهم گفت و بهت گفتم. من نمیتونم بهش مجوز ندم مراد. باید بدم. چراشم به خودم مربوطه. اصلا هر وقت اون اومد نشست اینجا چرا یک کاراشو به من توضیح داد، منم بهش توضیح میدم. فقط یک گرم گندم خرید تضمینی تو سیلوهای کارخونه گوهرشاد تاتار تخلیه بشه. اسمش چی بود؟ اسم کی؟ سرگل. آره اسمش همین بود دیگه. ها سرگل.
هلو هلو هاو آر یو دختر گلم، کلاس خوش گذشت؟ بله. خسته شدی؟ نه. این لیست خانمایی که واسه ما بهشون قول دادیم هم بهشون وام بدیم هم یه کمکشون کنیم. خانم اون روز چی شد؟ کدوم روز؟ زنگ زدیم گفتین اگه تا نیم ساعت دیگه نیومدین آشور محمد یکی از مردا رو بفرستم. چی شد؟ کجا رفته بودی؟ تو چرا هنوز نرفتی خونه؟ گفتم بمونم یه خورده به کارا رسیدگی کنم بعد برم. نمیخواد. برو استراحت کن. اینقدر خودتو خسته نکن فیروزه. کار همیشه هست. برو به خونه زندگیت برس به بچه‌هات برس. برو. خانم شما چه اینا رو به خودتون نمیگی؟ شرایط من با تو خیلی فرق داره. مسئولیت یه کارخونه به این بزرگی رو دوش منه. من بچه کوچیک دارم. هیچ وقت خودتو با من مقایسه نکن. برو. خانم جون اگه به هم بگین چی شده شاید بتونم کمکتون کنم. مشکلتون چیه؟ به موقعش بهت میگم به موقعش بهت میگم. با اجازه. فیروزه بفرمایید. اون دست خداست. اگر یک روز من دیگه نبودم خدا نکنه. این چه حرفیه؟ با آلما مجبور شد که کارخونه رو به چرخونه. قول بده مثل خواهر نداشتش بهش کمک کن. چشم. قول میدم. حتما. ممنون. با اجازتو.
اینجا کجاست؟ آلما این سنگ نشونه کیه؟ اینه زمینای ما بود، بابا ماشینشو اونور پارک کردیم از سر بزنه به زمین. همینجا این ماشین بهش زد. بعدم در اینجا من هنوز به دنیا نیومده بودم، اونم هنوز نمیدونست من قراره به دنیا بیام. درست همون روزی که مامانم فهمید من حامل است، اون روز این اتفاق افتاد. کی بود؟ همونی که با ماشین به پدرت زد؟ نمیدونم. از مادرت نپرسیدی؟ اونم نمیدونه. یعنی چی اونم نمیدونه؟ نمیدونه دیگه، اینجا زد در رفت. بعد این همه سال نمیدونه قاتل پدرتون کی بوده؟ قاتل؟ قاتل به نظر از آخر زندگیشون چی میشه؟ زندگی کی؟ یعنی واقعا میخواد باش زندگی کنه؟ در مورد کی داری حرف میزنی؟ شاید هم برگرده، وقتی بچه دار شدن برگرده، اون وقتی که بچه هم داره دیگه، مامانم بهونه ای نداره واسه مخالفت. حال ما میفهمی داره چی میگی؟ سلام، خواسته نباشید. سلام، بفهمید. ببخشید، یه مریض داشتیم به نام یاشار خالد قلی، میتونیم ببینیمش؟ اجازه بدیم. از اسب افتاده؟ بله. الان که نمیتونیم بریم چون ساعت ملاقات نیست. نمیخوام بریم ملاقات، همراهش رو میخوام ببرم پیشش و برگرد. همراهش مگه پیشش نیست؟ نه، خانومش پیششون میمونن. خانومش پیشونم؟ با خودش بره. شما دیگه واسه چی میخواییم بریم؟ ساعت ملاقات نیست، واسه من مسئولیت داره. آخه تازه ازدواج کردن، یه خورده به هم غریبن. میبرم پیشش، زود برمیگردم. باشه، اشکالی نداره. طبقه دوم، بخش داخلی. ممنون، با اجازه. خواهش. سلام. سلام، حالش چطوره؟ میبینین که بیهوشه. نگفتن کی بیهوش میاد؟ گفتن باید صبر کنیم. تا کی؟ دکترها که فیلم مسابقه شو دیدن گفتن تا اینجاش اگه جایش عیب نکرده معجزه شده.
فقط چند تا کوفتگی و خراشه که اونم خدا رو شکر چیز مهمی نیست. اما آقا اگه بیهوشیش بیشتر از 3 روز طول بکشه میگن خطرناکه. چرا؟ ازش عکس سی تی اسکن گرفتم، چیزی نشون نداد. گفتن با اون شدتی که از اسب افتاده 72 ساعت بیهوشی براش طبیعیه، اما اگه بیشتر طول بکشه باید دوباره ازش اسکن بگیرم. براش دعا کنیم. حسابی ماینش کردم، زخمی، آسیبی، هیچی مشاهده نکردم. شلاق چی؟ جای شلاق روش نبود. شلاق نزدنه؟ وقتی شلاق نزدن، جاش واسه چی باشه؟ میگم موقع دور شاید عمدن یا اشتباهن چابک سوار کناری زیاد چف شده باشه بخواد شلاق بزنه. نه، شلاقی که بتونه اینجوری باعث رم کردنش بشه نبود. قبل از دور چک کرده بودین سالم بود؟ آره چکش کردم، مشکل خاصی نداشت، فقط خیلی بدخلقی میکرد، اصلا نمیشد کنترلش کرد. فیلمش هست دیگه، فیلم دپار رفتنش رو ببینید. من اصلا فکر نمیکردم که بتونه استارت بزنه. بسیار خوب، تمام موارد من گزارش میکنم. همینو میخواستی؟ خیالت راحت شد؟ عجب جلوی دولت خون در اومدی. چقدر بهت گفتم مراقبش باش. آقا من هر کاری از دستم برمیومده انجام دادم. اسبو مسموم کردی؟ نه، این دیگه از دستم بر نمیومد. حالا چی میشه؟ تحقیق میکنن ببینه اسب واسه چی رحم کرد یا نه؟ خب معلومه، هیئت سوارکاری از فردا کارش شروع میکنه. خب همه دوربینارم هم چک میکنن، 3 روز بعدش نتیجه رو اعلام میکنن. خب اگه ازت بپرسن چی میگی؟ هرش که بدونم میگم. چی میدونی؟ منظورتون چیه؟ از دولت خان حرفی به میون نمیاری. زهرشو میخواست بریزه، ریخت، تموم شد رفت. تموم شد رفت؟ یاشار اگه ضربه مغزی میشد و میمرد چی؟ بازم تموم شد رفت؟ همین الانش هم اگه به هوش بیاد معلوم نیست بتونه روی اسب بشینه یا نه. آقا مرحمتون عشقه، اگه به حرف من گوش داده بودی کار به اینجا نمیکشی. گوش کن، کاری که تموم شده رو از اول شروع نکن. اگه ازت پرسیدن از چیزی خبر داری یا نه بگو نه خبر ندارم. اگرم گفتم به کسی مشکوک هستی بگو نه مشکوک نیستم. تمام. بکشش بالا، بالاتر، اینجا، اینجا رو بچسب. خیلی خوب، اونو بده پایین پایین بچسب. اینو بیانه بگیم بکشش میریم.
هیجر بگی بالا. تایماز پسرم اینا رو واسه سهر آماده کردم، پاشو واسش ببر. نخوره تایماز، پاشو دیگه. سهرا تو بیمارستان منتظره واسه شام ببریم، پاشو. سهرا شام میخواد بخوره؟ باشه میرم دنبالش، بیاد همینجا توی خونه خودش شام بخوره. میری جلال؟ بله. بابات کجاست؟ خونه. برو بهش بگو بیاد شام سهرا رو ببره. باش. برو کرده پسرم چاقو رو بده. حواست بهش هست؟ بله. حواست بهش هست یا نه؟ در چی؟ پلکاشو به هم زد، حرفی زد، چیزی گفت، حرکتی از خودش نشون داد. بیا به ما خبر.